الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بینندگان نهایت گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله متعال را سپاسگزار هستم که باز هم در برنامه اقرا از تلویزیون جهانی یک خدمت هموطنان گرامی خود قرار دارم. بحث امروز ما پیرامون پیام سوره مبارکه نور است. الله متعال بر ما توفیق نصیب بکنه که بتانیم پیام بزرگ از این سوره را برای هموطنان گرامی خود عرا بکنیم. سوره مبارکه نور از جمله سوره های مدنی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که برای خانواده تان، برای خانمای تان این سوره مبارکه را تعلیم بتین، مفاهیم و داشته هایشان را به خانواده بیان بکنین، چون سوره مبارکه که مدنی هست و 64 آیه داره، محور اساسیش تربیت اعضای خانواده و افراد جامعه می باشه. اکثرا موضوعات اخلاقی را الله متعال در این سوره مبارکه بیان فرموده که تعلق میگیره به اصلاح افراد در خانواده، در جامعه، و مهم هست که باید ما این را بفهمیم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلیفه دوم مسلمین تأکید میکرد در خلافتش که سوره مبارکه نور باید به خانواده ها رسانده شد و مفاهیمش باید گفته شد. بنان پیرامون پیام از این سوره مبارکه امروز صحبت میکنیم که الله جل جلاله در آغاز از این سوره مبارکه می فرماید که سورتون انزلناها. این سوره مبارکه است که ما این سوره را نازل کردیم از طرف الله جل عظمته برای هدایت بشریت نازل شده. سورتون انزلناها و فرضناها و احکام از این الله جل جلاله لازم گردانیده که در زندگی خود ما مسلمانا تطبیق بکنیم. سورتون انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات. الله می فرماید که در این سوره مبارکه آیات آشکار بیان شده، لعلکم تذکرون، تا باشد ای رسول صلی الله علیه و سلم مردم را پن بیتی و تسکه برشان بیتی و اونا متوجه خود شوند. اولین بحث را که پروردگار متعال در این سوره مبارکه میکنه از احکام است. تماس داریم شفیق الله از مزار. السلام علیکم و رحمت الله. جناب مولوی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. بزرگوار در خدمت انشاءالله.
خیال دارم که خوب هستین، شما زنده باشین. بخیر یک سوال باشه. داشتم جناب مولوی صاحب. در خدمت بزرگوار، بفرمایید. شما زنده باشین صاحب. همی خانمی که احترام به شوهر نداشته باشه یا فرمان شوهر نگیره، جرمش از دین اسلام چی هست؟ همی را میخواستم یک توضیحات بتین صاحب. بله. همیشه در برنامه نشسته هستم صاحب، صدایتون هم میشنوم صاحب. انشالله برنامه را تعقیب کنین، در این مورد صحبت میکنیم. الله حافظ شما. بخیر باشد. برادر محترم شفیق الله از مزار تماس گرفتین، برای خانم هایی گفتین که اونا اطاعت مشروع از شوهرشان نمی کنن. در قرآن کریم برای خانم هایی که احترام نمی کنن به شوهر، سخنشان هم شنوند و اتا بدون مشوره از او، بدون اجازه از او بیرون میشن، خود سرانه کار میکنن، الله جل عظمته چند مرحله را بر مردها مشخص کرده. اول فعیدوهن، بعد نصیحتش بکنین، متوجهش بکنین که متوجه شوه که کار که میکنه این کار نادرست است. اگر بی نشد وهجروهن، بعد بستر را جدا بکنه مرد از پیش خانم تا مدتی که اصلاح شود و متوجه شود. وهجروهن فی المضاجع و ضربوهن، متوجهش بکنه. حتی با امو اصطلاحی که ما شما داریم با مسواک متوجهش بکنه که این کار انجام نده، یعنی زدنی که او اذیتش نکنه، استغانش را و برش تکلیف نرسانه، بلکه یک متوجهش بکنه که کار ناپسند را انجام نده. و باز هم اصلاح نمیشه، کوشش بکنه از طریق خانواده او را بفهمانه. و گناهش بزرگ است وقتی که یک خانم اطاعت مشروع شوهر نمی کنه، در این شک نیست که در گناه سهیم میشه، گناه کرده. و در قرآن کریم الله می فرماید که بعد مردها با خانمهایشان رفتار نیکو بکنن و زنها با مردهایشان رفتار نیکو داشته باشند، اینا با تفاهم زندگیشان را با آرامی پیش ببرند. در صورتی که باز هم نمیشه و ادامه میته به نافرمانی و معصیت خانم، باز یک لفظ طلاق را هم در او آخرین درجه ای که هیچ امکان نداشته باشه به اصلاحش، باز میتونه که مرد برش بگوید تا زن بترسه و متوجه شود که اگر این الفاظ دو تا و سه تا شد، زندگی رو با مشکل میشه و خود اصلاح بکنه. در کل قرآن تاکید میکنه که بعد هم زن هم مرد احترام یک دیگر داشته باشند. اگر مرد در مقابل زن کوتاهی بکنه گناه داره، اگر زن در مقابل مرد به ناحق کوتاهی بکنه گناه داره. و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید کرده که اگر سجده اجازه می بود، امر میشد به خانم ها که به شوهرایشان سجده بکنن. این البته حدیث مبارک ایران نشان میده که حق و حقوق یک دیگر اینا باید در زندگیشان داشته باشند و زندگیشان را با خوشبختی و سعادت اینا سپری بکنن. رسول ما صلی الله علیه وسلم میفرمه که هرگاه یک خانم پنج وقت نماز بخونه، اطاعت مشروع از شوهر بکنه و اولادش را درست تربیه اسلامی بکنه و از هر دروازه ای که بخواه الله را داخل جنت میکنه. این پیام یا این فضیلت را ببینین الله جل عظمته برای خواهرای ما داده که مطیع و فرمان بردار هستند. اینجا البته از اطاعت، اطاعت مشروع است. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اگر شوهر به خانمش سخن بزنه یا او را به کار فرا بخونه که اوجه الله اجازه نمیده، اطاعت نامشروع هست، باز زن اجازه داره که اوجه اطاعت شوهر نکنه. الله جل عظمته برای خواهرها و برادرها زندگی خوش و آرام را نصیب بکنه. در رابطه به پیام سوره مبارکه نور صحبت میکردیم، گفتیم نیاز است که در خانواده های خود این سوره مبارکه را تفسیر بکنیم، خواهرای ما اینا موضوعاتی که در این سوره است متوجه بوده باشند، به اصلاح ما زیاد ما را کمک میکنم.
اولین موضوعی را که الله ما در این سوره مبارکه بیان میکند تعلق به حدود میگیره، که اگر یک مرد و یک زن اینا دست به زنا بزنن و اینا زنا بکنن، اگر مجرد بوده باشن اینا دره میخورن 100 دره، اگر اینا متحل بوده باشن باز حکم سنگسار شریعت به اینا میتن، و ای به خاطر اصلاح افراد جامعه از حواست زنا هست تا جامعه ما جامعه خوب بوده باشند. و حتی الله جل عظمته در این سوره مبارکه می فرماید که شما را مهربانی و لطف در اجرای حدود مانی حدود الله نشه، حدود الله جاری شود تا جامعه از فساد اخلاقی در امان بمانم. همچنان پروردگار متعال در این سوره مبارکه برای کسانی که تهمت می زنن زنان پاک دامن را، 80 دره بر از اینا تعیین شده. یک مرد به یک خانم مسلمانه که او از خود خبر نیست تهمت می زنه و ثبوت و شاهد هم نداره، بر موضوعش شریعت بر ازی باز حکم قذف را بیان می کنه که 80 دره به خاطر میخوره که در آینده یک خانم مسلمان و متدین را تهمت نزنم. و واقعی افک هم تعلق به می موضوع میگیره که پروردگار متعال بیان فرموده. خواهر ما زرغونه از کابل در تماس هستن. السلام علیکم و رحمت الله خواهر. السلام علیکم. علیکم السلام خواهر گرامی، بفرمایید سوال داریم. بله صدایتان داریم. بله بله بفرمایید خواهر، سوال بکنید. بفرمایید سوال دارین. بزن گفتم یعنی خانم که اقتصاد بله صدایتان داریم خواهر، جایتان تغییر بتین سوالتان هم مطرح بکنین. آن درست بفرمین. یک خانم که اقتصاد زیر داشته باشد میخواید دختره خود از مدرسه بکشد، خانم اقتصادش خراب است اولادش از مدرسه بکشه، درست؟ بله. شما برنامه را تعقیب کنین، ما برتان پاسخ میتیم. سوال دیگه ندارین؟ در کجا زندگی میکنین؟ کجای کابل؟ ما دمی کابل دمی نای چار درست. بله بله بسیار مشکلات اقتصادی دارم، بخاطر اینکه تکاس سربر است اگر ما دما اقتصاد ما درست نخواهیم. برنامه را تعقیب کنین خواهر، انشاءالله در این مورد صحبت میکنیم. الله حافظ شما. خواهر گرامی ما زرغونه از کابل تماس گرفتین و گفتین که مشکل اقتصادی دارین، الله متعال مشکل شما را و مشکل همه مسلمانایی که دچار مشکل اقتصادی هستن الله مشکلشان را حل بکنه. خواهر گرامی میشه شما نزد عمو مدری مدرسه اگر خانم هست یا هر کس هست بروین و مشکلتان را مطرح بکنین، حق دارین و حق برای مدرسه دارین که امرایتان تعاون بکنه و اطفالتان امرای زیاد مرد بکنه، و اگر شما در نواهی میبینین که امکانات بر ما میبود ما امرایتان هم کاری کرده میتونستیم. باز هم من مطمئن هستم که اگر این مشکل شما به اون مدرسه مطرح بکنین امرایتان در راستای قرآن حتما هم کاری میکنن و کوشش بکنین که راه پیدا شود که اینا مدرسه را بخوانن. بسیار مهم هست برای خواهرای ما که کلام الله را یاد بگیرن، مفهوم دین اینا بفهمن. الحمدلله مراکز اسلامی بسیار مفید تمام میشه برای خواهرا و برادرای ما که اینا موضوعات مهم اسلامی را اوجا فرا بگیرن. ما هم بر شما دعا میکنیم و شما هم خواهر به کثرت استغفر الله روزانه بخوانین که الله متعال در رزقتان برکت را بیاندازه. و شما پیش از این که دخترها را از مدرسه بیرون بکنین یک بار مراجعه بکنین، انشاءالله که الله
مشکلتان حل میکنه خواهر. در رابطه به پیام سوره مبارکه نور صحبت می کردیم و به این نکته رسیدیم که واقع افک در سوره مبارکه ذکر شده، تهمتی که منافقین به حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها خانم رسول الله صلی الله علیه وسلم و دختر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زدن در این سوره ذکر میشه که الله ما 18 آیه مبارکه را در رابطه با پاکی و عفت حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نازل فرموده، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه وقتی که به سفر می رفتن بین خانم ها قرعه مینداختن و یک خانم امرشان می بود و غزوه بنی مصطلق میشه، رسول ما صلی الله علیه وسلم با خود حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها را میبره و او وقت کجاوی میباشه که دو خانم ها میششتن و پوشش داشت و بالای اشتر اینا حرکت میکردن. زمانی که اینا رفتن به یک منطقه رسیدن، یک مزرعه پیش شد به حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، جای رفت که مزرعه بکنه اوجا امو گربربند بله تماس را میگیریم. برادر ما حامد از هرات در تماس هستن. السلام علیکم و رحمت الله. بزرگوار وصل هستن؟ بله بله صدای تان داریم، سوال دارین، صدای تلویزیون تان هم صدای تان داریم محترم، بفرمایید. بله سوالتان مطرح بکنین. الحمدلله، الله شما را حفظ بکنه. از این مالتان یک سوال داشتم. بله همین نماز پشت سر امام، همین سوره فاتحه را نمازان خوفی را بخوانیم یا نخوانیم؟ بله درست، برنامه را تعقیب کنین، انشاءالله در این مورد صحبت میکنیم. الله حافظ شما، بخیر باشد. در نماز خفیه نزد احناف نباید سوره فاتحه عقب امام خوانده شود، چون امو جاهایی که مشخص شده در فقه اسلامی تسبیحات هست که ما در عقب امام او را میخوانیم، تشهد از درود هست، باقی امام میخوانه و ما البته خاموش میباشیم و در دیگر مذاهب باز اوجا خوانده میشه. اونا هم استدلالات دارن و در مذهب احناف هم دلایل وجود داره. پس اگر ما شما در پشت امام هستیم، خفیه همه سوره فاتحه را نمیخوانیم، مشکل نیست، الله جل عظمته نماز ما شما را میپذیره و اجر انشاءالله بر ما نصیب میکنه. در رابطه با واقع افک صحبت میکردیم، زمانی که گردن بند حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فراموشش میشه، دوباره میگرده پشت از او، قافله حرکت میکنه و حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میمونه و رسول ما صلی الله علیه وسلم همیشه یک فرد را مشخص میکردن که بعد در اخیر قافله یک دور بخوره، اگر چیزی بانه او را جمع بکنه، که صحابی بزرگوار یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم برمیگرده و میبینه که حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مانده، چون در وقتی که قبل از اینکه موضوعات حجاب نازل شده او را میشناخت و انا لله و انا الیه راجعون میگه و اشتر پایین میکنه و حضرت عایشه صاحب بالای اشتر میشینه و اینا هم اشتر با خود از بند یا وسیله که داره میگیرن و میان به مدینه منوره. بعدا منافقین توطیر ایجاد میکنن تا ای که رسول ما صلی الله علیه وسلم هم نارام میشه، حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هم نارام میشه و الله ما آیات مبارکه سوره نور در رابطه به عفت و پاکدامنی
حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نازل میکنه. گاهی در دنیا پروردگار متعال امتحانات را میاره و این باعث میشه که الله جل عظمته بنده های مخلصش را چی خواهرها هست چی برادرها هست اینا را عزت بیشتر نصیب بکنه. خواهر گرامی پلوشه از شکردره در تماس هستن. السلام علیکم و رحمت الله. و سلام علیکم علیکم، خوب هستی؟ علیکم السلام، الله شما را حفظ بکنه خواهر، در خدمت انشالله. گفتم سوال داشتم مولوی شد. بله خواهر، بفرمایید سوال بکنین. بله سوالتان را مطرح بکنین، صدایتان را داریم خواهرم. گفتم اینم شوهر ما که از فزان داره اینم مرا را میر خواهرنی فزان را ورده دیگه ایلان کلر چهار تا سفل دارم از خواهد خوراکی چیز برم نمیشه سال ایران ماندیم که چی کنم. دو زن داره گفتین؟ دیگه زن هم داره گفتین؟ آه چیز تک شش تا سفل در اوجه داره دیگه دمو خانه اول دیگه از مست چهار تا دایی جا داره دیگه نه خرچ من میکرد نه مصرف من میتن نه پیش می یک مشوره کرد شما کنم مولایی سر بگوی که من چی کنم دمون دوران اشرف غنی هم سر شریزه کردم چی کردم ریزتی دارم سر جمع کردم دیگه ایز نمیفهمم که چی کنم مولایی سر. درست، شما برنامه را تعقیب کنین ما انشالله دیگه از اول دیگه هم دستم مولایی سر سمینم موسیقی کردن گناه داره. درست، برنامه را تعقیب کنین حتما در این مورد هم یا سوال ندارم. خدا حافظت. الله حافظ. جواب این امی را برم بدی انشالله مرسی کنم یک را را برم نشان بدی انشالله خوارم. الله حافظ، بخیر باشین. خوار گرامی حق دارین شما بالای شوهرتان، حق لباس، حق مسکن زندگی، حق نفقه، این حقوق خودت و اولادکایت بالای شوهر است که باید ایره محیا بکنه نظر به اقتصادش. این حاله که شما را رها کرده نمیه، شما میتونین که امرای وکیلتان صحبت بکنین، کسی که در نکاح او وکیل شما تعیین شده بود او را بفهمانین که امرایش برا صحبت بکنه تا با آرامی بدون مشکل مشکل شما را حل بکنن. در صورت که اگر با شما را نمیخوان باز در روز صورت میتونین شما به محکمه مراجعه بکنین، درخواستی بتین، الحمدلله به زودترین فرصت همه حق و حقوق شما ثابت میشه. اما پیش از محکمه اول کوشش کنه از طریق بزرگا خانواده یک اقدام داشته باشین که بدون کدام مشکلتان حل شود. در صورتی که باز هیچ راه بر شما نبود میتونین از طریق محاکم مشکلتان آخر حل بکنین. سوال دومی که کردین، بهترین وسیله آرامش بر ما و شما نماز و قرآن هست خواهر. شما کوشش بکنید اگر میخواین آرامش روحی پیدا بکنید قرآن بیشتر بشنوین، تفسیر قرآن بشنوین، ذکر الله را بیشتر خواهر بکنید، با شنیدن قرآن کریم، با شنیدن نعت های اسلامی آرامش روحی را الله بر شما نصیب میکنه و موسیقی را ترک بکنید خواهر. در رابطه با پیام سوره مبارکه نور صحبت می کردیم، تا این نکته رسیدیم که واقع عفق را بیان کردیم که در اینجا بزرگترین درس را الله برای مسلمان ها داد و کسانی که تهمت می زنن خواهرای پاک دامن و با عفت را اینا متوجه باشن که گناه بسیار بزرگ را اینا انجام دادن. همچنان الله ما در این سوره مبارکه بر کسانی که اونا پخش و نشر میکنن فحاشی و معصیت را الله میفرمه که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، آنانی که دوست دارن که انتشار بتن چیزهای معصیت و گناه را، لهم عذاب، از برشان عذاب در دنیا و در آخرت. وقفه میگیریم و دوستا بعد از وقفه انشاءالله پیرامون عظمت از این سوره مبارکه و پیامش صحبت میکنیم، با ما باشین. با سلام مجدد خدمت هموطنان گرامی، خواهر ما وحیده از لوگر تماس داشتن و
در رابطه به این سوال کردن که نماز کسی که با سرعت و تیز میخوانه چی کار بکنه که نمازش آهسته شوه، گفتن عادت شده. ببینین نماز یکی از ارکان مهم اسلام است خواهر، و الله ما زمان نماز ما را میپذیره که ما نماز خود را درست بخوانیم، در نماز خود خشوع و خضوع داشته باشیم و نماز را با اطمینان ادا بکنیم، آرام آرام بخوانیم، ارکان نماز را آرام ادا بکنیم، با سرعت نماز نخوانیم، با چند لحظه که نفهمیم که چی را خواندیم. کوشش بکنیم که خود را بفهمانیم که ما در پیشگاه پروردگار متعال استاد میشیم، و زمانی که یک فرد در مقابل الله استاد میشه باید بسیار مؤدب بوده باشه، نمازش را که میخوانه خودش بفهمه که چگونه الفاظ را ادا کرده، چی میخوانه، چی میگه، اگر معنایش را بفهمه خوانوس خوبتر و بهتر. چند روز کوشش بکنین که نماز آستاستا بخوانین، بالاخره عادتتان میشه، نمازتان منظم میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد نبوی شخص را دید که بسیار با سرعت نماز میخوان، گفت نماز نخواندی از سر بخوان. سه بار برش تکرار کرد تا که نماز از او درست شد. پس عادت خود را جور بکنیم، جور میشه، تصحیح میشه. وقتی بخوایم الله بپذیره، الله قبول بکنه، نماز خود را با سرعت تیز نخوانیم. بسیار مهم از در عبادت ما کیفیت عبادت ما. یک کسی مثلا 20 رکات نماز نفل میخوانه تیز تیز، 2 رکات بخوانه آرام نسبت به 20 رکاتی که با سرعت میخوانه و نمیفهمه که چی را خوان چی و نخوان، اما 2 رکات با تدبر، با تفکر، با خشوع، با خضوع در مفاهیم نماز، این بهتر از او رکات های بیشتر هست. پس دقت بکنیم که در نماز خود عادت بدیم خود را که نماز ما درست خوانده شود و با سرعت و تیز خوانده شود. در رابطه به پیام سوره مبارکه نور صحبت می کردیم و به اینجا رسیدیم که کسانی که انتشار می تن، پخش می کنن مسیحیت گناه را، الله فرموده که به این عذاب دردناک هسته. هستن کسانی که تصاویر مزخرف، سخنهای بیدلیل از طریق فضای مجازی را انتشار می تن، اینا در جرم گناه سهیم هستن. هزارها نفر وقتی که یک مطلب نادرست می خوانه، یک تصویر نادرست می بینه، بر از این گناه کلگی می رسه، چون اساسگذار گناه شده. نباید این کار ما انجام بدیم. همچنان الله جل عظمته در این سوره مبارکه متوجه ما را می کنه که در روز قیامت اعضای وجود ما علیه ما گواهی می ده. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یکسبون، روزی که دست و پا و زبان ما به اعمال ما در پیشگاه الله متعال گواهی میده، یعنی به گپ میه و به زبان میه و اعمالی که ما انجام دادیم او را تایید میکنه که اینمی اعمال توسط دست ها و پاها و زبان انجام شده. پس ما باید از الله خود بترسیم و با دست و زبان و اعضای وجود و خود گناه نکنیم و اینا را از گناه دور نگاه بکنیم. همچنان پروردگار متعال منع میکنه در این سوره مبارکه مردها را که نباید با خانمها به نگاه شهوت سعی بکنن، و همچنان زنها را منع میکنه که نباید اینا به مردها به نگاه مسجد گناه اینا نگاه بکنن. الله ما می فرماید که قل المؤمنین، بگوی رسول صلی الله علیه و سلم برای مؤمنا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، که پایین بیندازن چشمهایشان را از نامحرم، چشمهایشان را اینا حفظ بکنن. آنچه که انسان را به معصیت و گناه فرا میخوانه در زنا، الله ما از مقدمات از او هم ما را منع میکنه. ولا تقربوا الزنا، الله میفرمه که شما به زنا نزدیک نشوید.
آنچه که از جمله مقدمات زنا هست به او نزدیک نشوین. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که چشم انسان هم زنا میکنه. صحابه گفتند چیونه؟ گفت همی که با نامحرم نگاه میکنه، با آنچه که مزخرف است نگاه میکنه، بعد مسلمان چشم خود را حفظ بکنه، چه خواهر مسلمان است چه برادر مسلمان، اینا از نامحرم خود را حفظ بکنن. همچنان الله جل عظمته در این سوره مبارکه خواهرای ما را مورد خطاب قرار میده که اینا باید عورتهایشان را نمایان نکنن مگر آنچه که مشخص است که روی چهره هست و کفای دست پا، مگر به آن کسانی که اونا از جمله محرماتشان محسوب می شوند و آشکار نکنند زینتشان را مگر برای کسی که او محرمشان هست. ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. الله می فرماید که تا محکم محکم با زمین هم نزنند، پاهایشان را نروند تا ای که امو زینتشان برای نامحرم آشکار نشه. ای آداب هست که در این سوره مبارکه الله ما برای خواهرای ما میفهمانه که اینا به خاطر که ملوث به گناه نشن یا کسان دیگی را به گناه آغشته نکنن، اینا باید خود را حفظ بکنن و نگاه بکنن و حجاب اسلامی را مراد بکنن. طریقی چادری که خواهرا استفاده میکنه الله ما در این سوره مبارکه او را هم بیان میکنه. خواهر ما نسیمه از هرات در تماس هستن. السلام علیکم و رحمت الله خواهر. وصل هستن خواهر گرامی، سوال دارین بفرمایین. نسیمه خواهر بفرمایین. بله بله خب ساعتمند باشین، بفرمایین سوال داشتین خواهر، سوال بکنین. آه جناب خواهر، من دو سوال بشون. سوال اول اینه که من سسر افغانی به وقتی که امی 13-14 بودم اون قرآن ایت اگمال سریده بودم، صاحب امون مال نماد، بعد از اینکه بیاماد نه پولی ندادم، انا نگوی ایشته عدا کنم بری من شما مشوره بدین. سوال دیم اینه که شیخ هم دو خانم داره خیلی فکرین میکنه، سر برم تاله گفته تو طلاق میدم، بیشتر وقتا همی به گوشی که میکنه کارای روزه نمیگیره، نماز میخونه، چهار تا اولاد هم دارم و دلم نمیشون فرزندا خو هیله کنم، یک مشوره به من جناب مولایی صاحب شما بدین. شما را چند لفظ طلاق دادن خواهر؟ چند بار لفظ طلاق براتون گفتن؟ بله خدا حافظ. خب متاسف که نتانست خواهر سوال مرا مکمل جواب بده. خواهر گرامی برنامه را تعقیب کنین، در این مورد صحبت میکنیم. مال یک کس، پول یک کس ایدین هست، این را باید به هر شکل بوده باشد ما تلاش بکنیم، سعی بکنیم به او فرد بتیم. اگر او فرد وفات کرده به ورثه‌اش به خانوادهش و مال و دینش را ما پرداخت بکنیم. ای البته مهم هست که سعی و تلاش خود بکنیم، در صورتی که یک کس را ما ازش قرضدار هستیم، زحمت کشیدیم اما او را پیدا نکردیم، اول خب کوشش بکنیم در حیات خود، در زندگی خود وقت الله مشکل ما را حل کرد دین پرداخت بکنیم. اما اگر نتانستیم و کسی که ما از او پول گرفتیم او هم وفات بکنه و ورثه‌اش هم پیدا نتانستیم، حالا چی بکنیم؟ ما میتونیم امو مقدار پول صدقه بکنیم و ثوابش را به او فرد ببخشیم. این در صورت است که زحمت بکشیم، تلاش بکنیم اما او فرد ما پیدا کرده نتانیم، خانوادهش هیچ کس شا پیدا کرده نتانیم. اما مهمتر امی هست که دین باید ادا شود، دین خود را در زندگی خود ما ادا بکنیم، چون در برنامه قبلی هم گفتیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره زمانی که کس وفات می کرد به خاطر ادای نماز جنازه او را می آوردن،
اولین سوال رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که آیا این فرد دیندار هست یا خیر؟ اگر دیندار می بود می گفت برین دینش ادا بکنین، بعدا پیامبر خدا نماز جنازه از او را ادا می کردن. و این مهم هست خواهرم، کوشش بندگیتان بکنین که دینتان در حیاتتان ادا بکنین. سوال دومی که کردین، الله متعال به شوهرتان توفیق بده که بتانه عدالت را بین خانمهایش داشته باشم. حال اگر شما را سه لفظ طلاق گفته، خب شما کلن طلاق میشین اگر سه لفظ طلاق استعمال کرده. اگر دو لفظ یا یک لفظ برتان گفته میتونین شما اونا بر شما رجوع بکنه پیش از اینکه عدت شما سپری شود. یا اگر الفاظ با این را استفاده کرده و استعمال کرده میتونین شما یک تجدید هم داشته باشین. ای البته مهم هست شما به خاطر از این که مشکلتان حل شود، چون اطفال امرای شما هست، میتونین از طریق کسی که در نکایتان وکیل بوده، اگر پدرتان است، کاکایتان است، مشکل خانوادگیتان را حل بکنین خواهر، و نگذارین که باز ای بیشترتر شده بره خواهر. الله مشکلتان را حل بکنه. در رابطه با پیام سوره مبارکه نور صحبت می کردیم که الله ما خواهرای مسلمان و متدین مادرها را متوجه می کنه که اینا باید حجاب اسلامی را مراعت بکنن و اینا زینتشان را آشکار نکنن مگر به محرمشان، و طریقی که چادر می پوشه خواهرها هم در این سوره مبارکه ذکر شده که چادرهایشان را اینا باید دراز داشته باشن و جاهایی که محرم هست او را باید بپوشنن. اکثرا خواهرها یک چادر کوتاه را در سرشان دور میتن، به این معنا که ما چادر پوشیدیم او چادر گفته نمیشه. موی خواهرها عورت هست، باید پنهان شود، مرد باید این را نبینه. قسمت سینه هایشان با چادر باید پوشش داده شود و برجسته معلوم نشه که ایر اسلام عزیز اجازه نمیده و این خواهر ما باز گناهگار میشه. و این مهم هست که این آیات مبارکه را بر خانواده ها تعلیم بدیم، و حتی در مدارس که خواهرها درس می خوانند سوره مبارکه نور بار بار برای خواهرها گفته شوند تا اینا متوجه به احکام پروردگار متعال شوند. همچنان الله ما در این سوره مبارکه به این هم اشاره می کنه که وقتی یک کس داخل خانه می شه باید اجازه بگیره. آداب اجازه خواستن را الله در این سوره مبارکه بیان میکنه، و اجازه نیست برای فرد که از سراخ دروازه به داخل خانه نگاه بکنه یا و یا بدون از این که اجازه بگیره داخل خانه شه، چون الله در کلامش به این تاکید میکنه باید این آداب را ما برای خانواده خود تعلیم بتیم که متوجه از این آداب هم بوده باشن. و الله جل جلاله در این سوره مبارکه موضوع دیگی که اشاره میکنه موضوع توبه هست. وقتی یک خواهر کوتاهی کرده، یک برادر کوتاهی کرده، متوجه نشده، حالا متوجه میشه، الله میگه فرمایه که و توبو الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. همه شما به سوی الله بگردین ای مؤمنا تا الله شما را کامیاب بکنه. خواهر ما تمنا از کابل در تماس هستند. السلام علیکم و رحمت الله. میخواستم بگم که ما نیت کرده بودم که دو روز روزه رو میگیرم. شما نیت کرده که سه روز روزه بگیرین خواهر؟ آه در خانه میگم خواهر. درست. حالا صحتمند هستین شما؟ بله؟ شنیدم خواهر سه روز شما نظر کردین سر خود. میگم که اگر او را پیش از طفل نگیری طفل یک رقم میشه. حالا حمل دارین شما؟ آه خب حمل نیت کرده بودم نظر اگر من خدا طفل بزر میگیرم. درست. شما نظر کرده بودین سر خود که بعد سه روز روزه بگیرین، درست؟ درست خواهر. برنامه را تعقیب کنین.
انشالله برتون پاسخ میدیم. الله حافظ فعلا. خواهر گرامی، شمایی که نظر کردین یوفون به نظر، وفا بکنین به نظرتان، اما آل اگر طفلتان مثلا نیاز داره به آب و غذا و دکتر برتان اجازه نمیده که شما روزه بگیرین و مشکلات صحی برتان پیش شده به طفلتان پیش میشم، باز مشکل نداره خواهر. هر وقت که طفل انشالله سالم هست و الله اونا را به دنیا بیاره، با شما میسری روزتان باز روزه بگیرید. اگر در مشکل مواجه هستین تشویش هم نکنین، طفلتان الله حفظ میکنه. آیت الکرسی را بار بار بخوانین، به تلفات کف بکنین و این سخن خواهرا هست، اساس دینی نیست، چون در اسلام عزیز امی هست که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله متعال یک نفس را مکلف نمی کنم اگر به حد توانش. فتقوا الله ما استطعتم، الله را به حد توان عبادت بکنیم. حال یک کس در حالت است که نمیتونه روزه بگیره و نظر کرده، هر وقتی که ساعت من شد، چون شما گفتین مشکل دارین، بس روزه تان خواهر بگیرین، تشویش هم نکنین. الله برتان توفیق بیشتر انشالله نصیب میکنم. پس الله ما در سوره مبارکه نور، زمانی که احکام و موضوعات اخلاقی را بیان میکنه، حالا میفرماید که اگر کس اشتباه شده از پیشش و حالا متوجه میشه که حجاب اسلامی را مراعت نکرده، برادرای ما نگاه با نامحرم کردن، انسان هست، خطایی را از پیشش سر زده، و توبو الی الله جمیعا، همه شما به سوی الله بگردین. ایها المؤمنون، ای مؤمنا، لعلکم تفلحون، تا کامیاب شوین. کامیابی مؤمن دمی هست که به سوی الله متعال رجوع بکنه و توبه نسو بکنه. همچنان پروردگار متعال در این سوره مبارکه بیان میکنه که و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. حالا در خانه های ما خواهرای مسلمان هستند که اینا نیاز به نکاح شرعی دارن، یا بیوه هستند، یا خواهرای هستند که ازدواج نکردن، اینا به نکاح شرعی داده شوه، و اگر فقر و بیچارگی بوده باشه، الله جلت عظمتو وعده کرده که خودش کمک میکنه. و این تجربه هم بار بار شده که کسانی که مشکل داشتن اما در موضوع نکاح و اینا، الله برشان یک وسیله و سبب را قرار داده و مشکلشان حل کرده، چون نکاح از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و انبیا علیه السلام همیشان این سنت و روششان بوده، و به خاطر از این که کلمه گویی بوده باشه که کلمه بخوانه، و همچنان دعاگویی بوده باشه که به والدین دعا بکنن، نکاح در زندگی مسلمان حتمی و لازمی هست که در این سوره در این مورد هم ذکر شده. حالا کس نمیتونه بگه من هیچ نکاح نمیکنم، به می شکل میشینم، صحت داره، جور است، هیچ مشکل نداره، خواهر یا برادر مسلمان اینا امکانات که برشان است نکاح شرعی داشته باشن. همچنان الله ما در سوره مبارکه نور بیان میفرماید که الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض، آیا ندیدین که تسبیح میگه الله متعال را هر آنچه که در آسمان ها زمین هست، همه موجودات را که ما نگاه میکنیم الله متعال را اینا یاد میکنن. پس انسان هم باید ذکر الله متعال را داشته باشه. پرنده ها، درخت، همه آنچه که در طبیعت ما نگاه میکنیم اینا الله ما را یاد میکنن. پس انسان هم به خاطر اطمینان آرامش روحیش، به خاطر که الله زو راضی شوه، الله جلت عظمته او را داخل بهشت بکنه، باید توسط ذکر عبادت رابطیش را با الله جلت عظمته محکم بکنه. برادر ما وحید الله از قلعه فتح الله در تماس هستند. السلام علیکم و رحمت الله. برادر وصل هستین، بفرمایین. بله بله، صدایتان داریم بزرگوار، در خدمت. بله. صدایتان داریم، بفرمایید. بله
صدای تان ما داره. علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. دکتر صاحب یک سوال داشتم از لحاظ بله. دین مؤمن اسلام، اگر یک آدم در زمان حیات در خود قبر بکنه ای چی حکم داشته میداشته باشه؟ درست درست. نظر به حدیث و نظر به آیات و قرآن. انشالله دیگر. حکم را طرف خدا تعیین است کش نمیفهمه که چی وقت و در کجا پلت میکنه و اگر ای قبر میکنه. بله بله. برنامه را تعقیب کنیم. بله سوالتان را گرفتیم. بله برنامه را تعقیب کنیم، در این مورد صحبت میکنیم ان شاء الله. الله حافظ شما. برادر ما وحید الله از قلعه فتح الله سوال کردین که در حیات خود یک کس قبرش را میکنه. در فتاوای اسلامی رد المختار، فتاوای شامی، این را مکروه دانستن. یعنی یک نفر در حیاتش میره بر خود قبر میکنه، میتونه جای بخره، یک مکان مثلا، چون آل ما شما میبینیم که اماکن برای مقبره ها که غیر دولتی بوده باشه، شخصی بوده باشه، اینا خرید فروش میشن، اما به خاطر قبر کندن خود برش لازم نیست، اما قبر در ذهن خود بدون کندن داشته باشه. همیشه وقت ما در ذهن ما مرگ باشه باز گناه نمیکنیم. وقت خواب میکنیم چند لحظه فکر با خود داشته باشیم که اگر در خانه قبر بوده باشم، امی لحظه اگر اعمال ما بد بوده باشد در چه عذاب خواد باشم. یعنی اگر ما مرگ را در ذهن خود داشته باشیم، این ما را کمک میکنه که ما از معصیت گناه دور باشیم. و اگر ای که ما قبر خود را بکنیم، این را فقها بزرگوارا این را مکروه دانستن. محترم، در رابطه به پیام سوره مبارکه نور صحبت ما ایجا رسید که همه مخلوقات الله، الله را تسبیح میگن، یاد میکنن، و انسان غافل که از الله دور هست، که انسان در دنیا هم خود را مواجه میکنه و به برکتی و آخرت خود هم خراب میکنه با این که از الله دور هست. پس نیاز است که ما الله را بیشتر یاد بکنیم. الله ما در این سوره مبارکه، سوره نور، اشاره به این هم میکنه که هرانچه که در آسمان ها و زمین است از آن پروردگار متعال هست و همه موجودات، همه انسان ها بازگشتشان به سوی پروردگار متعال هست. پس وقت ما این سوره مبارکه را مفهوم کلیش نگاه کردیم که الله ما آنچه که در این سوره بیان کرده، ای برای اصلاح خود ما، اصلاح خانواده ما، اصلاح جامعه ما هست که الله ما طریق زندگی اسلامی را بر ما بیان میکنه که یک خواهر مسلمان، یک برادر مسلمان به چه شیوه باید زندگی داشته باشد، چگونه رفتار داشته باشد، چگونه گفتار داشته باشد و از چی خود را منع بکنه و چی را در زندگی خود عملی بکنه. و در اینجا سعادت و خوشبختی ما دمی هست که ما احکام پروردگار متعال را بفهمیم و در زندگی خود ما این را عملی بکنیم. آنچه که پروردگار متعال در این سوره مبارکه بیان کرده، از حدودی که الله بیان کرده و ای که ما را متوجه کرده که نباید ما تهمت بزنیم. اکثرا کسان عادت دارن وقتی خواهر از خانه بیرون میشه فورا او را تهمت میزنن، در حالی که اجازه بر ما نیست که بدون کدام دلیل شواهد ما در مورد یک خواهر مسلمان صحبت بکنیم. و یا ای که الله ما در این سوره برای یک تماس را هم میگیریم، خواهر ما مدینه است، پروان. السلام علیکم و رحمت الله. خواهر صدای تان داره. سوال داشتم. بفرمایید خواهر، سوال بکنین. سوال ما ای است که اینه می خوشوی ممی اینه است که گم میشه سر ما می آید چند تو گرفتی، هر قدر که قسم می خورم میگم که من نگرفتیم، بازم نگنه تو گرفتی، همیشه من رو دعای بعد می کنم پیش کلگی میگی تو زد. الله هدایتش کنه. در این مورد صحبت میکنیم، دعا میکنیم که الله هدایتش بکنه، این کار نباید بکنه. برنامه را تعقیب کنین خواهر. خواهر ما مدینه از پروان، کار که خوشویتان میکنه کار نادرست است. شما صبر و حوصله داشته باشین، خوبیتان ادامه بتین.
مثل عایشه صدیقه را الله حفظ کرد، شما را هم الله انشاءالله حفظ میکنه. در اخیر برنامه دعا میکنیم الله متعال همه ما را توفیق اعمال صالح نصیب کن، الله متعال گناه های ما را عفو کن، الله متعال مریضای اهل اسلام را در خانه ها شفا خانه ها شفا جلو نصیب کن، قرضداران اهل اسلام را از قرض خلاص کن، بندیان اهل اسلام را از بند خلاص کن. الله متعال ما را با ایمان آوردی، با ایمان داشته باش، ما را با ایمان ببر. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.